بینندگان عزیز، پروین هستم از برنامه پرژن نتورک، جوایز پارسی. قبل از هر چیز توضیح این که ما پروژه‌ای در دست داریم که در حقیقت می‌خوایم ایران رو با همه آداب و رسومش و داشته‌هاش به جهانیان معرفی بکنیم، که این پروژه به نام پروژه خاک هست که به همکاری اساتیدی چون شما و همکارانتون می‌خوام که این کار رو انجام بدیم. پس به این منظور ما مهمان محترمی داریم به نام جناب دکتر زند، که ایشون در حقیقت رشته معماری از ایتالیا، کارشناسی باستانشناسی و کارشناسی ارشد و دکتر باستانشناسی از دانشگاه تهران و علوم تحقیقات هستند. خب جناب زند، ضمن سلام و خوش آمدگویی، ممکنه از خودتون برای ما بفرمایید، بگین که کجا به دنیا آمدید و الان کجا اید و چه میکنید؟ درود میفرستم خدمت جنابعالی و کسانی که الان صدای بنده رو میشنوند. البته من وقتی که از من میپرسن کجا به دنیا آمدید، میگم من در ایران به دنیا آمدم، من در سیستان به دنیا آمدم، من در شیراز به دنیا آمدم، من در اصفهان به دنیا آمدم. من به هیچ جای خاص در ایران تعلق ندارم. من وجودم در واقع مربوط به ذره وجود من مربوط به کل شهرهای ایرانی. هیچ وقت من اسمی از شهر زادگاه، برای که من سالیان سال تو وقتی که در یک شهر آدم بزرگ میشه و رشد میکنه، مسئله این نیست که در کجا به دنیا آمده، در کجا شکل گرفته این شخصیت. بنابراین من خدمتون عرض بکنم، من در تهران و در شیراز متولد شدم، ولی در تمام دوران زندگی در تهران و اصفهان زندگی کردم و بدیهیه که به خاطر رشتم خانه به دوشم، هر روز یه گوشه این مملکتم. بنابراین ما باستانشناسا خانه ای نداریم، خانه ما خیلی وسعت زیاده خانم افیروز، یعنی کل ایران خانه ما. بنابراین بنده حالا چه به لحاظ شغلی که کاوش‌های مختلفی در سرتاسر ایران داشتم، از خوزستان، آذربایجان، فارس، اصفهان به خصوص، و جزء هیئت‌های کاوش مختلفی بودم در ایران و خارج از ایران. بنابراین راجع به هر نقطه از ایران اگر امروز بخواید صحبت بکنید، به اندازه اون چیزی که من اونجا کار کردم و دانشش رو دارم در خدمتتون هستم. ولی خب طبیعتاً اصفهان جایگاه ویژه داره. بارها از من پرسیدن چرا اصفهان؟ میگم برای که اصفهان شهریه که قدمتش به قدمت تاریخ ایران برمیگرده. فاضلش در رابطه با تمام دوران کامله. مثلا ما وقتی که میگیم که پیش از تاریخ، یا مثلا دوران اینامی میریم به شوش، یا میریم مثلا اگر میخواییم هخامنشی رو بررسی کنیم، شوش رو در واقع فارس رو میبینیم، ولی ما در اصفهان همه رو داریم. و این هستش که من به اصفهان به این لحاظ علاقه بیشتری دارم، و ضمن این که دل ایرانه، مرکز بله. ایرانی. بله، خیلی هم ممنون. میبخشید چون دکتر، همونطوری که گفتم خدمتتون، ما قراره که یه پروژه رو تهیه کنیم و از بخت خوش من قراره که من اصفهان رو همراه با شما و همکارانتون به جهانیان بشناسونیم و امیدوارم که با هم دیگه بتونیم دست به دست تمام کوچه و بازار اصفهان رو بگردیم و اون چیزهایی که واقعا داخله، چون یک هر کس میتونه با خوندن کتاب یا با رفتن و دیدن ظاهر ساختمان یا آثار باستانی یا اسمی از سنن ایران و مثلا جشنها حتما شنیده، ولی یه چیزهایی هستش که یه نکاتی هستش که درون اونه که این رو هر کس نمیدونه، اگه کسانی همچون شما و همکارانتون آگاه هستن. و ما میخواییم که راجع به این صحبت بکنیم، میخواییم مردم رو با این جور چیزا یعنی آشنا بکنیم که درون این ساختمان، مثلا در چهلستون، در این اتاق با اون نقشه‌ای که هست مربوط به چیه. میخواییم این چیزا رو برای مردم بگیم، میخواییم راجع به آداب و سنن، میخواییم راجع به غذاها، راجع به همه چی و همه چی صحبت بکنیم. پس من تریبون رو میدم خدمت شما و فقط همراه با اولین سوالم که چون لطف کنیم و بفرمایید که اصلا اصفهان چگونه به وجود اومد جان دکتر، تا بعد بریم به سوالات بعد.
ببینید اصفهان در واقع به خاطر ویژگی که در به لحاظ طبیعی و اکولوژی داره همیشه مورد توجه بوده و در واقع زاینده رود هزاران سال از دشت اصفهان عبور کرده در واقع سیراب و ما میدونیم که تمدن‌های خاورمیانه تمدن‌های رودخانه‌ای هستن یعنی همه جا در کنار رودخانه‌ها تمدن‌ها شکل گرفتن مثل مصر مثل بین النهرین عراق امروزی مثل ماوراءالنهر بنابراین ما تمدن‌های رودخانه‌ای داریم اصفهان یکی از اینهاست و این رو خدمتتون عرض بکنم که تا چندین یعنی تا دو دهه پیش به جرأت میتونم بگم اصفهان به دلیل آثار چشمگیری مثل میدان شاه اصفهان یا همون میدان نقش جهان یا آثار دوره سلجوقیش همه دوران رو تحت شعاع قرار داده بود و این باعث شده بود که همه رویکردشون به اصفهان به عنوان یک شهر دوره اسلامی باشه در حالی که اصفهان فاضل کاملی داشت و همین باعث شد که من کتابی نوشتم تحت عنوان کتاب اصفهان پیش از اسلام این کتاب چاپ شد به عنوان اثر برتر سال 81 این کتاب چاپ شد و من پرداختم به اصفهان دوره ساسانی و در واقع یک دریچه‌ای باز کردم به پیش از اسلام اصفهان در اون زمانی که من این کتاب رو نوشتم کاوش‌های اصفهان رو انجام نداده بودم من 7 فصل در تحت اشرف اصفهان کاوش کردم و اینجا یک دفعه در واقع بازتابش این بود که پس اصفهان اصفهان دوران فقط اسلامی نیست اصفهان پیشینه کهنی داره مثلا در جغرافیای بطلمیوس همیشه از اصفهان به نام اسپادانا گابی گابیان اسم برده شده بود ولی ما در روی اصفهان در دشت یعنی من البته خدمتتون عرض بکنم من راجع به شهر فقط دارم صحبت میکنم استان رو الان کاری ندارم فقط شهر رو دارم خدمتتون عرض میکنم ببینید اصفهان در تمام ادوار تاریخی اسمش بود ولی اثری نبود خب من اینجا این رو به صراحت عنوان کردم که اصفهان قدیم اصفهان یک شهریه که در طول تاریخ نمرده همیشه زنده است قحطی در واقع جنگ‌های بسیار خانمانسوز در اصفهان اتفاق افتاده ولی اصفهان هر دفعه زمین خورده از خاکستر خودش بیرون اومده و دوباره زندگی رو از نو شروع کرده بنابراین اصفهان کهن زیر پای ماست امروز یعنی در همین کوچه خیابان‌هایی که شما قدم می‌زنید من بارها گفتم شما دارید پا روی تاریخ اصفهان میذارید هر جای این شهر رو بکنید آثار گذشته ما آثار ایران کهن ما آثار اصفهان کهن ما از دل این زمین بیرون میاد و این گفتار من با کاوشای تفحص اشرف شکل گرفت ببینید اصفهان در تمام ادوار تاریخی مورد توجه یعنی ما مثلا در دوره ایلام که امروز گستره فرهنگی ایلام خیلی یعنی گسترده تر از یا 40 سال پیشه یعنی ما امروز می‌دونیم اصفهان جزء قلمرو ایلامه شما آتشگاه اصفهان رو نگاه می‌کنید میگن آتشگاه آتشکده ساسانی در حالی که من روی این آتشکده کار کردم این یک زیگورات ایلامیه که بعد تبدیل میشه به آتشکده یعنی مربوط به 1800 پیش از میلاده این رو که خدمتتون عرض می‌کنم یعنی در واقع بین خشتای آتشگاه یه سری الیاف گذاشتن برای که این خشتا خشک بشه در همون زمان که ما اینا رو دادیم به در واقع من اینا رو به ایتالیا بردم و تجزیه شد اینا و تاریخ 1800 به اضافه 100 و منهای 100 داد یعنی نشون میداد که این یک زیگورات ایلامیه بنابراین خب طبیعتاً هر کس به اصفهان میاد اولین جایی که میخواد بره بازار رو میره میدان نقش جهان خب البته اینا هم داستانهای خودشون رو دارن شما امروز به چلستون میرید به عالی قاپو میرید خب بنای زیبایی میبینید اما اگر که داستانهای اینها رو بشنوید و بدونید که هر ببینید معماری بدون انسان معنا و مفهومی نداره معماری به خاطر انسانی که معنا پیدا میکنه اگر نه بنا خب یک بناست شما میتونید در هر کتابی ابعادش رو بدونید اندازش رو بدونید ارتفاعش رو بدونید تاریخش هم بدونید ولی ما گوشه به گوشه این جلو میریم اصفهان از پیش از تاریخ غارهای پیش از تاریخ مبارکه یعنی به نام غارهای قلعه‌بزی این جزی از اصفهان مربوط به پیش از تاریخ دستاوردهای این نشون داد که اصفهان در واقع از پیش از تاریخ مورد توجه بود یعنی در واقع در دوران پارینه سنگی و در دوره نوسنگی اصفهان مورد توجه اشیای از اینها پیدا شد در غار قلعه‌بزی نزدیک اصفهان چند کیلومتری اصفهان جزء در واقع شهر محسوب میشه نه
به قول معروف شهرستانای وابسته به استان. این هست که نشون میده که اصفهان یه سیری رو در طول تاریخ شروع کرده و ادامه داده و اصفهانی که شما امروز به این شکل میبینید با این در واقع روی کرده که دارید از اصفهان امروز میبینید، اصفهان خیلی چیزا رو پشت سر گذاشته. بنابراین من وقتی که مخاطبم عام هست سعی میکنم که خیلی از واژه های خاص رشتمون استفاده نکنم که برای همه گویا باشه. امیدوارم که بتونم اون مطلب رو اون طوری که هست ارائه بدم، اون چیزی که در ذهن من هست. این هستش که خب طبیعتاً شما شهری رو که غذاهای متنوع داره، آداب و رسوم مختلف برای عروسی داره. حالا امروز نگاه نکنید که همه کلیشه شده، ولی تا چند دهه پیش عروسیایی که در اصفهان انجام می‌گرفت روی سنت‌های هزار ساله بود. روی سنت‌های هزاران ساله بود. جشن‌هایی که در اصفهان برگزار می‌شد ما در هیچ جای ایران نمونه‌اش رو نداریم و این نشون دهنده از یک تاریخ کهنه. شما ببینید مثلا میگن که امریکا، نمیخوام توهین بکنم، وقتی که مثلا میگن منیوی غذاشون رو میبینیم یه همبرگر دارن، نمیدونم یه چند تا غذای اینطوری، اما شما وقتی که نگاه میکنید اصفهان خودش و به تنهایی غذاهای گوناگون خودش رو داره و هر شهرستانش برای خودش یک، البته در تمام ایران اینطوره چون ما یک کشور تاریخی هستیم، ولی اصفهان به خاطر موقعیت جغرافیاییش خیلی مورد توجه بوده در ادوار تاریخی و همین نشون دهنده اینه که ما یک سیر تاریخی رو شروع کردیم، پیش اومدیم، سنت‌ها رو در دل خودمون نگه داشتیم، تجربیات رو در خودمون نگه داشتیم. بنابراین شما وقتی که نگاه می‌کنید آداب و سنن رو که امروز متأسفانه در کشور ما روز به روز داره بی‌رنگ‌تر میشه، یعنی به خاطر حالا رسانه‌ها یک نقطه مثبت دارن یه نقطه منفی هم دارن و اون مثبتش اینه که خب آشنا میشن با اخبار روز ولی در عوض سنت‌ها رو کم رنگ میکنن. ولی وقتی که ما نگاه میکنیم که هر گوشه و کنار این شهر، هر کوچه و گذری داستان خودش رو داره. مثلا شاردن در 400 سال پیش میگه در اصفهان جشن گل سرخ برگزار میشه. این امروز نیست. این جشن گل سرخ چیه؟ زمانیه که این گل سوری رو که امروزه به غلط به نام گل محمدی ما میشناسیم، این گل هیچ وقت در تاریخ اسمش گل محمدی نیست، این گل سوری، گل بوستانی معروفه، این سالهای اخیر این اسم رو پیدا کرده، یعنی مثلا 60-70 سال شاید. اما این گل، روزی که این گل در واقع امروز ما این مراسم رو در امسر کاشان داریم، این گل رو برداشت میکردن، جشنی در اصفهان پایتخت برگزار میشد. شاردن سیاح فرانسوی اواخر دوره صفوی اومده میگه در این روز طبقای گل همین سوری رو یا گل بوستانی رو سرشون گذاشتن، نثار میکنن به مردم و جشن و شادی و پایکوبیه. ببینید میخوام این رو بگم، ما این ملتی، ما این ملتی هستیم که این سنن رو، شما امروز میدان نقش جهان رو نگاه کنید، خب یک میدان زیبایی، اما اگر بدونید چه مراسمی در این برگزار میشه، چوگان به جای خودشه، جشن‌هایی که برای شادی و برای در واقع امروز میگن که برای کم کردن استرس، برای شارژ شدن، چون شما کشوری رو دارید که دائم در حال جنگ، مردم نیاز به روحیه دارن. میگه که در اصفهان در دوره صفویه یک روز خاص مردم جمع میشن هزاران نفر در میدان، دو تا گرگ رو رها میکنن و این گرگ، البته ما امروز به امروزه مثلا قانون حمایت از حیوانات میگه حیوان آزاری نکنید، ولی این یک جشنه که امروز در اسپانیا میبینیم که گاو رو با این شکل حرکت میکنه این گاو و مردم از جلوی این گاو فرار میکنن تو کوچه ها و این در واقع این گاو یک شادی به وجود میاره با دویدن و خندیدن و شادی کردن. خب این مراسم رو ما با گرگ داشتیم در دوره صفویه و میگن که این گرگا رو رها، دو تا گرگ رها می‌کردن و مردم به طرف اینا فریاد کنن و این گرگ هر کس رو که می‌خواست بگیره مردم داد و فریاد که می‌کردن این ول می‌کردن. این خودش یک برنامه جشنی رو در واقع در میدان ایجاد می‌کرد، این برای یعنی برای شادی مردمه، یعنی فکر این رو می‌کردن که علاوه بر اینکه یک، شما ببینید امروز ما اگر یک ساختمانی رو می‌سازیم با یک هدف خاص می‌سازیم، اونا تمام این چیزا رو، شاه عباس همه این چیزا رو در این میدان دید، رفاه مردم رو دید، کسب و کار مردم رو دید، خوشگذرانی مردم رو دید، بازار رو دید و بعد روز قبل از جنگ رژه سپاهیان رو هم دید. بنابراین شما نگاه می‌کنید میدان
همین امروز زاینده رود آب نداره. اما مردم روزای جمعه پناه آوردن به این میدان. میشینن تو این یعنی 400 ساله. خانم فیروز. میبخشید شما ثابت شدید. برکت دارن. درست شد. و هم پس از مرگشون. بله. یعنی شما نگاه کنید میدانی ساخته در 400 سال پیش تا امروز ما داریم ازش بهره میبریم. بله. بارها من این رو تو جراید گفتم. تو مصاحبه ها گفتم. در تلویزیون این گفتم. گفتم در زمان ما شما اگر ساختمانی تونستید بسازید، بنایی رو تونستید بسازید که اگر که مقامات سیاسی یا غیر سیاسی اومدن به کشور ما و شما به جایی که اونا رو بیارید به میدان نقش جهان نشون بدید و ببرید به شیراز تخت جمشید رو نشون بدید، ببرید بگید که اینا رو ما ساختیم و افتخار میکنیم، اون وقتی که میگین که برای این مملکت کاری انجام گرفته. ولی وقتی که شما هنوز ما تکیه‌مون به 400 سال پیشه، به 2500 سال پیشه، هنوز وقتی یه نفر میاد میبریمش در تهران کاخ گلستان رو ببینه، چرا؟ آیا در توکیو هم همینطوره؟ شما میرید به توکیو، شما رو به آثار تاریخی میبرن، شما رو میبرن در امریکا که میرید میبرن آثار تاریخی بهتون نشون میدن؟ نه. ما چرا این کارو میکنیم؟ چون امروز چیزی برای عرضه نداریم متاسفانه. بنابراین هر قسمتی از اینها رو من بخوام، من از شما خواهشی که دارم اینه که اینا رو به صورت سوال از من بپرسید، چون من نمیخوام که اینقدر شاخ و برگ پیدا بکنه که از اون مطلب اصلی خارج بشم، چون گفتنی بسیار زیاده. بله، خواهش میکنم. اتفاقا میخواستم همین رو بگم خدمتتون. اگر موافق باشید جان دکتر، راحت هستین که ما بیایم اول از بیرون، یعنی از منار جنبان شروع کنیم؟ اول امروز در مورد منار جنبان و علت این، چون همیشه به همه هی از من سوال میکنن که اصلا فلسفه این تکان خوردن این مناره ها چیه و در چه زمانی ساخته شده، به چه وسیله ساخته شده و آیا این هستش که خراب بشه و از بین بره. و من البته گفتم که تا اونجا که آگاه هستن این مقدار دائم دارن مرمت میکنن، اگر چیزی پیش بیاد هی بهش میرسن. و یکی از حسنهایی که این آثار باستانی ما در ایران داره، در اصفهان داره، اینه در همه جا البته مخصوصا در اصفهان، به محض اینکه یه تعدادی هستن، به محض اینکه احساس کنن که باید مرمت بشه یه قسمتی، میرن و اون کار رو انجام میدن. پس اگر موافق باشین امروز ما بحثمون رو در مورد منار جنبان شروع کنیم و اینکه چطور به وجود اومده و تا میگم کوچه به کوچه ما قراره که بریم جلو و بعد جشنها رو صحبت میکنیم، راجع به غذاها صحبت میکنیم. حالا برای اینکه شما رو زیاد آزار ندیم میتونیم از همکارانتون استفاده کنیم در مورد جشنها، در مورد آداب و رسوم، در مورد غذاها و تا حتی لباسها. و جناب زن تا حتی دوست دارم که اگر مایل باشین مثلا یک اسلاید هایی رو هم که خودتون تشخیص میدین که در مورد جشنهاست، در مورد نمیدونم ورزش های و آداب و رسوم قدیما که هنوز یه تعدادش هست ولی یه تعدادش فراموش شده، اونایی که فراموش شده رو ما میتونیم دوباره بیاریم رو و بگیم به مردم نشون بدیم. شما موافقی؟ بله. بله. من البته هنوز نمیدونم که در واقع چطوری میتونم اسلایدامو ارائه بدم و در واقع این رو، چون من با زوم تا حالا اولین باره که دارم ارتباط برقرار میکنم. بله. اما راجع به آثاری که هست، حالا به هر صورت این رو سوال میکنم و عکسای که لازم باشه رو ارائه میدم. اما راجع به منار جنبان، ببینید منار جنبان اون چیزی که مردم فکر میکنن در موردش، اولا بنایی نیست که برای این کار ساخته شده باشه. یعنی این ویژگی رو ما در خیلی از بناهای ناشناخته ایران داریم. یعنی مسجد جامع سبزوار همین ویژگی رو داره. در اصفهان مسجد جامع اشترجان، ببینید اینا بر بناهای دوره اواخر دوره ایلخانان مغوله، یعنی مربوط به سده 8 هجریه. منار جنبان قد شدید جناب دکتر.
جناب زن متأسفانه. بله باز برگشت. بنابراین این مناره ها رو نساختن به این دلیل. بله. یعنی برای جنباندن نیست. بله. یه راه میکنم که مشکل تصویری نداریم الان. صدای شما جناب زنتیمی رو بر میگرده. حالا مربوط به شاید اینترنت بله. اون طرف هست. بله بله. بله من الان تو بست میشه. بله. من اجازه بدید ببینم این در واقع چون ما با فیلتر شکن وارد میشیم همین یه مقدار سرعت رو کند میکنه شاید دلیلش این باشه. حالا به هر صورت ببینید میخوام اینو خدمتتون عرض کنم مناره جنبان در زمان خودش به هیچ وجه کسی فکر نمیکرد این حرکت رو این به مرور به این مسئله پی بردن که و به دلیل همین این مناره در طول زمان همیشه یه دونش خرابه چون برای این ساخته نشده که تکان بخوره. این جنباندن این باعث فرو ریختن این شده مثل مناره مسجد جامع اشترجان به خاطر تکون دادن ها امروز مناره اون قسمت بالایی رو نداره. بله متاسفانه ما انسان ها از رویای انسان... میگم پس ببخشید وسط حرفتون پس ما خود انسان ها در واقع این چیز خارق العاده ای نیست. متوجه نشدم ببخشید. میگم پس ما انسان ها هستیم که این همچین بلایی رو سر این آثار ساختمان آوردی. بله بله و بعدش هم با افتخار میگیم که ساختار این مناره به نحوی است که خودش تکان میخوره در صورتی که ما رفتیم با اینقدر تکانش دادیم که خودش تفلکی دیگه دست از تکان خوردن بر نمیداره. بله بله و شما اگر نگاه کنید در تمام ادوار شما هر دفعه به منار جنبان رفتید یک کدوم از اینا خرابه بله. یعنی نیاز به مرمت داره و این به همین دلیله به خاطر این حالا در تمام دنیا معمولا این مسائل رو میذارن به عنوان یک جلب توریست و در واقع راجبش منم الان چون یه بحث در واقع اینطوری رو پیش میریم و علمی میخوام صحبت بکنم اینو خدمتتون ارائه میدم این مسئله رو این هستش که این رو بدونید که در واقع این اولا تنها مناره این شکلی نیست مناره در واقع همونطوری که خدمتتون گفتم جفت همین مناره به همین تقریبا همین فیزیک در اشترجان اصفهان هست بله و مناره خرانق در یزد اونم همین جوره اونم تکان میخوره اونم میرن تکان میدن و خیلی جالبه. حالا یه مورد هم هست به تاریخ اشاره میکنم شاید براتون جالب باشه. خیلی. در سفرنامه ابن بطوطه نوشته که من رفتم به بغداد. بله. و اونجا یک مسجدی بود که مناره ای داشت و حرکت میکرد. و اونجا معذرت میخوام به گفتم بغداد به همین منطقه که امروز نجف و اینها هست. یعنی در واقع مقعد علی حضرت علی علیه السلام. در اونجا رفتم و در اونجا مناره‌ای بود که شیعیان اونجا میگفتن که اگر مناره رو بگیم علی و دست بزنیم و حرکت بدیم مناره حرکت میکنه و من اونجا نام عمر رو آوردم و مناره رو تکون دادم و همه حیرت کردن و بعدم اضافه میکنه میگه خوشبختانه این اتفاق در اونجا افتاد و اگر من این در قم یا در کاشان که متعصبن این کار رو انجام داده بودم و این اسم بود حتما من سرم رو از دست میدادم. دقیقا همینطور بوده. بله یعنی میخوام اینو خدمتون بگم که این پیشینه داره و یک چیز خارق العاده نیست یعنی جنباندن این منار ولی خب طبیعتا هست اما عبداللهی که در اینجا دفنه یکی از بزرگان صوفیه هست. ببینید در دوره مغول به خاطر ناامیدی از وضعیت زندگی و ظلم و ستم مغولان خانقه ها رونق گرفت. خب یکی از ویژگی خانقاه ها چی بود؟ دوری جستن از زندگی عادی، پناه بردن و به اینکه قسمت و سرنوشت اینه. بنابراین دوره تصوف در دوره مغول خانقاه ها افزایش پیدا کرد. بله. که یکی از در واقع امروز شما منار جنبان رو به صورت یه ایوان فقط می‌بینید. این یک مجموعه بزرگه بوده که امروز فقط این ایوان ازش باقی مونده. عجیب. یعنی یک جایی برای پیر طریقت بوده. بله جناب عزت اون وقت مراسم خاصی کنار این مناره در طی سال انجام می شد یا خیر؟ ببینید مراسم در رابطه با تصوف بود بله. کله نشینی بود
ببینید ما در اصفهان جای دیگری داریم به نام پیر بکران. اونم یک پیر در واقع تاریخش اوایل قرن هشته. اونم همین زمانه، یعنی زمان مغولان. یعنی دوره‌ای هستش که خانقاه ها رونق گرفته. تصوف باعث شده که به مردم بگه که خب حالا که این هست، حالا که این یعنی شما پناه به امور دنیوی بی اعتنا بشید، حالا که دیگه سرنوشتمون اینه. بنابراین این خانقاه ها یکی پس از دیگری تو ایران رشد کرد. یکی از اونا همین پیر بکران، چیز منار جنبانه، مقبره عمو عبدالله. و خیلی جالبه، حالا یه اشاره تاریخی دیگر هم بکنم شاید برای شنونده ها جالب باشه. دیگر رضاشاه بزرگ وقتی که اومد به اینجا، اومد به بعد اون متولی اونجا براش توضیح داد که از معجزات عمو عبدالله است که این حرکت میکنه، این مناره حرکت میکنه. رضاشاه کوزخندی زد و گفت پس معلومه که به جز این معجزه ای از دستش بر نمیاد. این جواب رضاشاه به اون بود. بله، چون آگاه بودن که آگاه بودن این ربطی به چیزی نداره، این ربط به ما انسان‌ها داریم که داره که قدرت داریم و میریم تکانش میدیم. بله، در صورتی که خیلی جالب بود، یعنی اکثر مردم فکر میکنن که نه، فقط به خاطر اون این تکانی که داره میخوره به خاطر اون فلسفه، اون ساختمانی است که یعنی اون نوع سازش این منار است. و خیلی جالب بود، بسیار ممنون آقای دکتر. بعد حالا الان در آن واحد از این مناره ها یعنی کار خاصی در کنارش انجام میدن یا نه الان مردم فقط میرن به عنوانه آثاری میبیننش؟ ببینید بعضی از ساعت های روز مثلا میگن ساعت 10 یه نفر میره اون بالا، همه اگه خواستن بیان میخوایم مناره رو حرکت بدیم. چون چرا؟ همین هم متوجه شدن که دائم خب میرفتن مناره رو حرکت میدادن، مناره دائم خراب بود، ریزش میکرد از درون. بنابراین اما چون شهرت منار جنبون به حرکت اینه، به خاطر همین یک ساعت در روز رو مشخص کردن که همون ساعت هر کس خواست یه نفر از خودشون میره اون بالا و مناره رو شروع میکنه به حرکت دادن. بله، در صورتی که من تا اونجا که حالا شاید این نقل قول از مادر بزرگا و این چیزا بوده، من شنیده بودم که قبلا هر کس میتونست بره اونجا و اونجا رو بگرده و خودش بره داخل اونجا و تکان بده، درسته؟ همینطوره، درسته، درسته. ولی بعد از اینکه این خرابی ها اتفاق افتاده، هی مرتب اینا تخریب شدن. مثلا ما عکسایی داریم از دوران قاجار که سر این خرابه بالا قسمت، یعنی این بازسازی شده های دوران پهلویه، این یعنی خرابی تا قسمت‌های بالای این نفوذ کرده بود. این یکی از ویژه. ببینید اصلا مناره رو شما اگر برید پشت ایوان وایسید و مناره رو ببینید، یعنی پشت خود این، ببینید این دوتا منارها معمولاً برای این ایجاد می‌شدن که از ما در اصطلاح معماری سنتی میگیم برای که طاق لگد نزنه، طاق از هم باز نشه، مثل دوتا میخی هستن که طاق بلند رو نگه می‌دارن. یه همین دلیله که شما مثلا مسجد شاه اصفهان رو که میبینید بعضی‌ها فکر میکنن اینا میرفتن بالای اونجا اذان میگفتن. نه، این یک در واقع رویکرد معماری داره. شما یه طاق بلند رو میخواید ایجاد کنید، میخواید این طاق از هم باز نشه، مثل دو تا میخ در کنار اینا، یعنی در واقع اینو نگه میدارید. و از این از دوره مغول رایج، از اواخر سلجوقی دو مناره ها شروع شد، مرحله های اولیش هی شد تا رسید به دوران مغول. بناهای دوره مغول باریک و بلند بود، بنابراین نیاز داشتن دو طرفش مناره ایجاد کنن. شما وقتی که پشت ایوان در واقع همین منار جنبان میستید، کاملا این دوتا سازه رو میبینید که جدا از پیکر است، یعنی نگه داشتن طاق رو میبینید. اما مردم همه محصور تکون خوردن این میشن، نه مسائل دیگر در واقع معماری اینجا. بسیار عالی. پس ما امروز در مورد منار جنبان خیلی آگاه شدیم جناب زندت. واقعا این بسیار جالب بود برای من. تا حتی اگر اشتباه نکنم در یک کتابی یکی از دوستان میگفتش که خونده، حالا من نمیدونم، شاید که نقل قول، من دارم نقل قول میکنم، میگفتش که من در یک کتابی در مورد نوع ساختار این منار جنبان خواندم که مثلا چجوری ساخته شده که تکون بخوره، ولی الان من میبینم اصلا همچین چیزی وجود نداره و این شاید همینطوری گفته شده و نمیدونم حالا یا چه کتابی بوده. به هر صورت
حالا جناب به خاطر اینکه ما زمانمان محدوده، اگر اجازه بدین، حالا خب پس ما این مقوله مناجمان رو الان بستیم. یک باب دیگه ای رو اگر دوست داشته باشین ما تا مثلا برای اینکه هم خسته کننده برای شما نشه و برای بینندگان، ما میتونیم جلسه به جلسه بکنیم. اگر که شما خودتون الان یک جایی رو یک که منم آگاه نیستم، یا یک جشنی رو که فکر میکنین که میتونیم در حدود مثلا یه 10 دقیقه با در مورد اون صحبت بکنیم و برای این جلسه ما جلسمون رو ببندیم و باز برای جلسات دیگه دوباره با هم دیگه اگر شما لطف کنین و وقت بدین و با هم دیگه را بیفتیم به دور تا دور اصفهان و بعد بازگو کنیم تمام داشته های اصفهان رو. بله، ببینید جشنایی که در واقع ما داریم در اصفهان و امروز باقی نمونده، یعنی در تاریخ فقط ما این رو کردو میدونیم. مثلا ما میدونیم که در زمان مرداویج زیاری جشن مهرگان، ببخشید، جشن سده بسیار باشکوه برگزار میشد در ساحل زاینده رود. جشن سده، ببینید ما چندین جشن در ایران باستان داشتیم، تا دوران اسلامی هم اینا ادامه داشتن، ولی متاسفانه به دلایل مختلف این جشن‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شدن و به دلیل، یعنی در واقع اتفاقاتی که در مملکت ما با جنگ‌ها افتاد. مثلا یکی از این جشن‌ها در واقع جشن سده بود که در ساحل زاینده رود، میدونید سده یعنی 100 روز و شب به عید مانده، 50 شب و 50 روز به نوروز آتش بزرگی افروخته میشد در ساحل زاینده رود و جشن بزرگی برگزار میشد، اینجایی که امروز پل شهرستان اصفهان است. و ما در تاریخ میدونیم که مردابی چه جشن بزرگی برگزار میکرد و چه چراغانی و چه آتش بازی در واقع در اینجا انجام میگرفت. خب یعنی در واقع به خاطر اینکه فکر میکردن که بعضی از اینها ممکنه که دین گذشته ایرانی ها رو به یادشون بیاره، یعنی دین زرتشت رو، خب حکومت ها باش مخالفت کردن، یعنی در زمان مرداویج زیاری که حتی مرداویج کسی رو فرستاد به تیزکون که کاخ تیزکون رو مرمت بکنن بره در اونجا دوباره تاجگذاری بکنه. بنابراین یک برهه که حکومت سنی شافعی سلجوقی روی کار میاد و پایتختش اصفهانه، طبیعتا جلوی این مراسم و جشن ها گرفته میشه. تا زمان صفویه، تا زمان صفویه جشن تیرگان که در تیرما جشن آب، برای که ایران یک سرزمین خشکه، مثل امروز که ما قحطی و مشکلات آب رو داریم، همیشه این بود و بنابراین یک سپاسگزاری از ایزد بانو آناهیتا، ایزد آبها برگزار میشد و در این روز مردم به هم آب میپاشیدن و میومدن در تیرما آب زاینده رود خیلی میومد پایین، بنابراین فرصت دست میداد که مردم برن توی این و با ظرف به هم دیگه آب بپاشن، بخندن و شادی بکنن. بنابراین شاه عباس دوم به این فکر افتاد که پلی بسازه که در رابطه با این مسئله باشه. البته پلش دو کاره بود، پل خواجو رو ساخت. پل خواجو دو تا غرفه داره وسطش، یکی به طرف شرق، یکی به طرف غرب. اونی که به طرف غربه به طرف کاخهای سلطنتیش بود، یعنی به طرف یک دریاچه مصنوعی بود که خودش و همسرش، همسرانش البته، بشینن قایقرانی بکنن یا خودش بیاد توی اونجا. بنابراین اون ساختمان، اون غرفه‌ای که به طرف غرب پل خواجوه، اون بسیار باشکوه تره، یعنی پرنقاشی و پرنقش و نگاره. اونی که به طرف شرق بود، برای که شاه تو جشن آبریزگان بره اونجا بشینه و مراسم جشن آبریزگان رو تماشا کنه که مردم با شادی آب به هم میپاشن و این روز رو جشن میگیرن. بنابراین این تنها پلیه که برای علاوه بر عبور و مرور برای جشن و خوشگذرانی ساخته شده، همونطور که شاه عباس در واقع 33 پل رو با همین وضعیت ساخت. شما اگر ساختار 33 پل رو به صورت کامل بهش نگاه کنید، ببینید که چه چیزی رو در نظر گرفته. شما زیر پل میرید میبینید حوضشاه هست. این حوضشاه برای چی زیر پله؟ برای وقتی که زاینده رود کم آبه، که مردم برن بشینن تو غرفه های این، از بالای پل عبور بکنن، از قسمتی که امروز ما نمیریم، یعنی پل یه قسمتی داره که امروز رو همه بسته است، اون قسمت روی
دیواره که اون جان پناهش رو از دست داده. یعنی یک راه هم ما از اون بالا داشتیم که میتونستن عبور بکنن. بنابراین ما معماریمون با جشنهایمون پیوند داره، یعنی همه اینها رو در نظر میگرفتن، این مراسم جشن رو در نظر میگرفتن. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، آبانگاه در واقع تیرگان که روز اون جشن آبپاشی بود و اینها با شکوه هفت تمامتر انجام میگرفت. این رو ارامنه حفظ کردن، چون ارامنه در جلفای اصفهان ساکن بودن و این مراسم آبپاشی رو یاد گرفته بودن از در واقع مسلمان هایی که در شهرشون زندگی میکردن و همین تا دوران معاصر این روز رو به همدیگه آب میپاشن. ولی دوباره اونایی که به فرهنگ ایران باستان علاقه مند هستن، جوانان امروز خوشبختانه دارن این روی که اینو دارن برمیگردن. امروز من میبینم همینطور از من سوال میکنن، آبانگان الان جشن آبانگان هست، الان جشن آذرگان هست، الان جشن تیرگان هست، یعنی برگشتن به سنت ها. یا مثلا حتی این خیلی مهمه، ببینید مثلا حتی بعضی امروز از من پرسیدن آیا هالووین با چهارشنبه سوری با هم ارتباط داره؟ گفتم نه، ما خودمون به اندازه کافی جشنامونو داشتیم، نیاز نبود که ما قرض کنیم از نمیدونم امریکا. یا جشن چیز خوبیه، بد چیزی نیست که کسی تقلید بکنه، ولی وقتی که ما نداشته باشیم اون رو، ولی وقتی که ما شبیه اینا رو داریم در تاریخ فرهنگ این کشور، نیازی نداریم که دست به سوی دیگران دراز کنیم و جشن‌های اونها رو در واقع نوعی بخوایم ارتباط و پیوند بدیم با جشن‌های خودمون. جناب زن، شما فرمودین که جشن آبانگاه و این، من میخواستم که الان ببخشید اگر خسته شدید، ولی خواستم که حالا این رو هم یه سوال بکنم و بعد جمع‌بندی کنم و دیگه خدافظی کنیم تا برای برنامه بعدی. میشه که مثل اینکه دیروز اگر اشتباه نکنم یا در دو سه روز گذشته بوده یه همچین جشنی، میشه که ما رو آگاه کنید در مورد این؟ چون تا اونجایی که من میدونم یه سفره بوده و در داخل سفره چیزهای متعددی میذاشتن که هر کدوم مثل هفت سین ما داره یک مفهوم و یک معنایی داشته و بسیار احترام میذاشتن به این، ولی ما الان اصلا همچین چیز رو نداریم. یعنی اصلا تازه به گوش منم تا حتی مثلا بارها شنیده بودم ولی فقط از کنارش رد شده بودم، ولی الان که دارم شروع میکنم مثلا الان واقعا باید خیلی خوشحال باشم و به خاطر اینکه این پرژین اوارد و جوایز پارسی با این کاری که داره میکنه همه رو سر ذوق آورده، من جمله خود من، البته من نباید تعریف بکنم، مثلا من همیشه هی دارم دائم هی پرسجو میکنم، دارم میخونم، دارم آگاه میشم از خیلی چیزا، در صورتی که قبلا اصلا برام فقط می اومد به گوشم می خورد رد می شدم از کنارش، ولی الان خیلی مشتاقم که آیا این سفره سفره‌ای که هست با رنگ آبی که گفتن زیرش پهن میشه، این مفهومش چیه؟ چیزهایی که داخلش میذارن مفهومش چیه؟ ببینید میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، در کشوری کم آبی مثل ایران آب بسیار مهم بود. اینم خدمتتون عرض کنم که ما ایرانی ها هفت روز هفته نداشتیم، سی روز، ماه ما سی روز بود و هر روز به نام یکی از ایزدان نامگذاری می شد. یعنی از فروردین وهران شروع می شد، فروردین، اردیبهشت، یعنی در واقع هر روزی که با هر ماه، ببینید ما امروز این 12 ماهی که داریم، فروردین، اردیبهشت، خرداد، الی اسفند، اینا ماهای اوستایی هستن، تقویم اوستایی. یعنی شما هر روزی که هم نام میشد با روز اون ماه، ایرانی ها جشن می گرفتن. یعنی مهر روز از مهر ماه، بله، آبان روز از آبان ماه، آذر روز، هر روزی که با ماه یکی میشد این رو جشن می گرفتن. اما مهمترین جشنای ما اونایی بود که در رابطه با آب بود، آب و آتش، مثل تیرگان و مثل آبان ماه. این که سفره آبانگان آبی رنگه، به رنگ آبه و ظرف آبی که ایرانی ها چه در سفره مهرگان چه در سفره نوروز هفت سین ظرف آب که میذاشتن، که اینا معمولا از نزدیکترین چشمه های نزدیک خانه ها میآوردن، این آب رو میذاشتن سر اون سفره. بعد از اینکه این مراسم تمام میشد، برگی از درخت سرو رو میزدن توی این آب میپاشیدن و فکر میکردن با این کارشون باعث
بارندگی میشه، باعث فرو ریختن باران از آسمان میشه. یا مثلا شما در جشن مهرگان، سمبل جشن مهرگان اناره. خب جشن برداشت محصوله. مهرگان از دهم شروع میشد، 16 به پایان میرسید. مثل نوروز، نوروز از اولش، نوروز عامه است، یکم، هفتم نوروز به پایان میرسید. نوروز خاصه بود، یعنی روزی بود که شاه بارعام میداد به عموم که بیان که اون جشن رسمی رو برگزار بکنن. بنابراین ما همیشه تو این جشنهای بزرگمون یک روز اول داریم و روز هفتم. بین اینها سفره هفت سین، مثلا امروز مردم ببینید، ما اصلا چیزی تحت عنوان هفت سین نداریم. سفره شکرگزاری به درگاه اهورامزدا داریم. بنابراین شما هنوز به روستاهای ایران که برید میبینید سنت ها باقی مونده. این هفت سین جور کردن از اواخر دوره قاجار شکل گرفت. اگر نه شما خودتون تصور کنید، مگر در روز نوروز در تمام جاهای ایران سنبل گیر میاد؟ مگر در زمان گذشته همه جای ایران شب عید سیب وجود داشت؟ از اینا. اما اون چیزایی که ما در سفره هفت سین داریم، اون چیزای اصلی، هیچ کدوم نام سین بر خودشون ندارن. مثل تخم مرغ که چیز اصلیه، مثل آب که جز اصلیا هست، یعنی جز اون چیزایی که واجبات میذارن بدونی که بدونن، مثل شیرینی که سر هفت سین میذارن، مثل نارنج که سر هفت سین میذارن. نارنج مال شب، یعنی وجود داره، همه جا وجود داره. بنابراین میخوام اینو خدمتون بگم، این سفره شکرگزاری، هر آنچه که شما میخورید برای شکرگزاری میذارید سر سفره، از نان و پنیر و اینا. حالا امروز دنبال این میگردن سمنو پیدا کنن، سرکه پیدا بکنن. نه، هیچگاه سرکه بر سر سفره هفت سین نبود. بعضیا اومدن گفتن نه شراب میذاشتن پس هفت سین بود. نه، اونم نبود. بله، من این مطلب رو شنیده بودم. شراب، ببینید شراب جزی از سفره های، برای تمام سفره ها، یعنی برای سفره مهرگان، برای آبانگان، برای نوروز، همیشه شراب بر سر سفره. بله، این که در دوره اسلامی به جای اون سرکه گذاشتن، چون منع شراب بود. بله. نه به عنوان یک سین، اما چون نمیتونستن شراب رو بذارن. شراب که اصلا اینو خدمتون عرض بکنم، در تمام تاریخ ایران، حتی این 1400 ساله اسلامی، از خلفای بغداد که امیرالمومنین نابودن، یعنی خلفای عباسی و عمری، همه شراب خاره بودن، آب پاک بریزن رو دستن، تا تمام سلاطین ادوار. مگه در بعضی از برهه های تاریخی مثلا یک دهه شراب منع شد؟ اگر نه، همیشه شراب خانه ها باز. و در دوره صفویه به وفور ما در واقع سرو میکده ها رو داریم و هر کس بره به میکده باید کف دستش رو مهر کنن که شب اساس نگیرتش، برای که قانونی شراب خورده باشه. بنابراین هیچ وقت منع نشده. و خیلی جالبه که شاردن که یه فرانسویه میگه من هیچ کس رو ندیدم که مثل ایرانی ها شراب بنوشن، همش مدهوشن. به هر حال، یعنی منظورم اینه که سر سفره ها این بود، ولی هفت سین و هفت شین یک در واقع برداشت غلط هست از خان نوروزی. اسمش خان نوروزیه، اسمش خان آبانگانه، اسمش خان مهرگانه. بله. خب جناب زن، برای اینکه ما زمان مشخصی داریم و برای اینکه هم خود شما خسته نباشید و هم بینندگان ما هم دیگه یه مقدار، یعنی من فکر میکنم که مقتم و این برنامه رو داشته باشیم خیلی دلنشین تر باشه، اگر اجازه بدین ما در جلسه بعد همراه با شما ادامه بدیم این راه رو. و پس با سپاس و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به همراه شما از بینندگانمون رو خداحافظی میکنیم و به امید اینکه در جلسه بعد دوباره ما شما رو داشته باشیم. و این دفعه اگر اجازه بدین، حالا بعد با هم صحبت خواهیم کرد یا الان میخوایم صحبت کنیم در مورد پل خواجو، میخوایم صحبت بکنیم و داشته های پل خواجو و اینجور چیزا، و این رو ما در جلسه بعد همراه با شما داشته باشیم. اگر من در خدمتون هستم. خواهش میکنم. درست، بازم سپاس دارم، بازم ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به همراه شما از بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنم و ایام بکام. ایام بکام جنابعالی و تمام شنوندگان و بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردن. خیلی خوشحالم که
در واقع در جمع شما شرکت کردم. ممنون از محبت شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.